پیغمبر میفهمد لا ینبغی، سزاوار نیست، این کار صحیح نیست، کار قد خطاست، خطای بسیار بدی هم هست. چی؟ للمرأت ان تجمر ثوبها، این لباسشو فشرده کنه، چادر سر کرده ولی چادرش رفته، اینم چند تا کوک اضافه هم گرفته که این فشرده بشه توی بدنش. خب این خیلی بده، این همونی که تحریک کننده است دیگه. پیغمبر فهمود این درست نیست، اگه ما قول پیغمبر رو قبول داریم، خودشو توی لباسی فشرده بکنه، یعنی دامن تنگ، مانتوی تنگ به تن بکنه بیاد توی جامعه. پیغمبر فهمود لا ینبغی. هنگامی که خارج میشه از خونش، تو خونش هست آزاد. این حدیث رو فروع کافی جلد 5 صفحه 519 بررسید، اونجا میتونید رجوع بکنید. ببینید مسئله اختلاطی که خدمت شما عرض کردیم، کتابی هست به نام مرآت و نساء، صفحه 140. ببینید وقتی یک نفر واقعا از جانب خدای تعالی اومده باشه، میگیم پیامبر امی، یعنی هیچ مکتبی درس نخونده، نه اینکه سواد نداره، سواد داره ولی سوادشو خدا بهش یاد داده، تا 5000 سال دیگه، 10000 سال دیگه دینش هم تا روز قیامت هست، یه مطلبی رو میگه که تا روز قیامت هم به درد من و شما بخوره. ببینید چی میفرماید. میفرماید که حتما، صفحه 140 مرآت النساء، پیغمبر میفرماید حتما نگذارید بین زن و مرد اختلاط برقرار شود، زن و مرد نامحرم. یعنی چی اختلاط؟ معنیشو قبلا تو سخنرانی‌های قبلیمون عرض کردیم، پشت میزها، پشت یک میز نشستن، روی یک صندلی کنار هم نشستن، تو مدرسه، تو اداره با هم گفتگو کردن، رد و بدل کردن، صحبت، سپس غیر صحبت کاری شوخی کردن، بعد این شوخیات جهت پیدا کردن. متاسفانه الان در برنامه نامزدی ها هم که عرض خواهیم کرد خدمت شما، یه رسم غلطی بینش بچه مسلمون ها هم بعضن این رسم پیدا شده، میگه خانم آقا برای اینکه همدیگر بشناسن برن بگردن، وقتی نامحرم باشن که خب این خلاف فرمایش پیغمبره، اختلاط کردنشون رو همه فقها گفتن حرام، یک فقیه نیست بگه که این ایراد نداره. من نمیدونم ما از کی تقلید میکنیم، حرف کیو گوش میدیم، پیغمبر ما کیه، امام ما کیه. حضرت فرمودن حتما نگذارید بین زن و مرد اختلاط برقرار شود، چه آنکه اگر بین آنها اختلاط و آمیختگی باشد. جمله رو ببینید، واقعا محشری است این جمله، واقعا محشری است، یعنی هر چی طلا دارید بیارید این جمله رو بنویسید. اگر چه آنکه اگر بین آنها اختلاط و آمیختگی باشد، دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت. لا اله الا شنبه ها همین سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه گذاشته به نام آژیر، مثل اینکه شنبه ها هست، قبلا حالا سه شنبه است، شنبه است، یک شبیه هست بالاخره، حالا بین علما اختلاف نیفت. عرض به خدمت، روزنامه ها هم که چند تا روزنامه رو که جمع کردن صحیحش هم همین بود، راجب حوادث می نوشتن. هنوز روزنامه جامع جمع این لابلای روزنامه تپش هست، روزنامه های دیگه هم کم و بیش می نویسن، حالا من اسم نمیارم. عرض به خدمتتون که بخونید، جنایت و مسئله خلاف شرعی که چند تا خونواده رو از هم پاچونده، که اخیراً به بنده یک مطلبی رو تلفنی صحبت میکردن و میگفتن پیرامون همین قضیه، در یک مجلس عروسی مختلط، در یک مجلس عروسی مختلف، زن شوهردار، مرد زندار همدیگر رو دیدن، چند تا زندگی از هم پاچیده شده، چقدر بچه طلاق اینجا به وجود آمده، اصلا بماند یک وضعیت اسفباری، آبروها رفته فلان، تمام سر اختلاط، اختلاط زن نامحرم با مرد نامحرم. پیغمبر فرمود ببینید دردی بی درمان شما رو فرا خواهد گرفت. آخر تلفن من پرسیدم خب چی شد؟ گفت اصلا بقیهش رو نپرس.
خودم هم نمیتونم برای تعریف بکنم. فقط همین مقدار بگم که تمام این زندگی هایی که درگیر این قضیه بودن، این خانواده، اون خانواده، تمام و اعوان انصار این خانواده با اعوان انصار خود همه به هم ریختن، از بین رفتن. این مجبور شده خانه رو بفروشه بره یک شهرستان دیگه، اون مجبور شده خونه‌ش رو بفروشه بره نم کجا کنه، و اصلا زد و خورد به پلیس کشیده، آبرو، حیثیت، شرف، همه چی اینجا رفته زیر پا و له شده، از بین رفته. درد بی درمان این نیست، برید تو تپش بخونید درد بی درمان چی، میگه جنایت رسیده به جنایت، برید برنامه آژی رو نگاه کنید ببینید درد بی درمان نی. زنه چادرش اینجوری گرفته داره صحبت میکنه میشه قاضی، چرا شوهرتو کشتی؟ این آقا اومد نام چی کرد، وسوسه کرد، تلفن زد، من صحبت کردم، شما غلط کردی با مرد غریب تلفنی صحبت کردی. هر صحبتی رو نمیگیم، این صحبت ها رو پیغمبر فرمود دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت. ببینید چقدر زیباست این کلام.